توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ یه اپلیکیشنی که مطمئنم اکثرتون میشناسینش، اما توی این سری از ویدیوها میخوایم ببینیم چطوری میتونیم از این اپلیکیشن خیلی بهتر و کاربردی‌تر استفاده کنیم. سلام، من سارا شفقی هستم و اینجا استدیوی سیب اپه. توی این سری از ویدیوها میخواییم بریم سراغ اپلیکیشن محبوب اینشات. اینشات اپلیکیشن مختص ادیت ویدیو هستش، اما خب هممون میدونیم که ادیت ویدیو یه کار حرفه‌ایه و به سالها تجربه احتیاج داره و البته به اپلیکیشن های تخصصی تر. اما برای شمایی که ادیتور نیستی ولی از اون طرف دوست داری که ویدیوهاتو خیلی قشنگ‌تر بکنی و در واقع ادیتشون بکنی، این اپلیکیشن میتونه خیلی کاربردی باشه. اما بریم داخل خود برنامه. قبلش این نکته رو بگم، شما میتونید اپلیکیشن اینشات رو از سیب اپ دانلود کنید و از تمام قابلیت‌هاش بدون پرداخت هزینه استفاده بکنید. وقتی که اپلیکیشن رو از سیب اپ دانلود کردید، وارد برنامه که شدید اون بالا یه گزینه تاج مانندی می‌بینید. روش تپ می‌کنید و انگار که می‌خواید که یه خرید رو انجام بدین. شما کانتینیو رو بزنین، اپل آیدیتون رو لازم نیست که وارد کنید. کنسل رو بزنید، همه چی خوش درست میشه. الان یه اپلیکیشن اینشاتی داریم که تمام قابلیت‌هاش برامون باز هستش و میتونیم ازشون استفاده کنیم. اینجا گزینه ویدیو رو میبینیم، روش تپ میکنیم. کافیه که این به علاوه که نیو نوشته رو بزنیم، تعداد فوتیج هایی که میخوایم رو از توی گالریمون یا آلبوممون انتخاب کنیم، اون پایین گزینه تیک رو میزنیم و اینا وارد تایملاینمون میشه. اما تایملاین چی هستش؟ شما یه سری ویدیو اضافه کردیم به این اپلیکیشن دیگه، یه نواری براتون اینجا نمایش داده میشه که ویدیوهاتون پشت سر هم به ترتیب توش قرار گرفته. اما این نوار چه امکاناتی بهتون میده؟ کافیه که روی یکی از ویدیوها تپ بکنید و میبینید که یه حالت فلشی براتون نمایش داده میشه. اگر که این فلش رو دوش یکم نگه دارین و به سمت جلو و عقب بکشین، طول ویدیوی شما کم و زیاد میشه. حالا اگه میخواییم بدونید ترتیب ویدیوهاتون به چه شکلی هستش، کافیه که روی یکی از ویدیوها در واقع دوباره تپ کنین و نگه دارین. اینجا تمام ویدیوهاتون بهتون نمایش داده میشه و برای اینکه جا به جا بکنید این ویدیوها رو، نگه میدارین روی یکیش و میکشین به سمت حالا اون جهتی که مد نظرتون هستش. اما برای اینکه بتونین دید بهتری داشته باشین روی ویدیوتون، کافیه که فقط به این صورتی که میبینید ویدیو رو در واقع یه جوری زوم کنید یا یه جوری انگار که بازش دارید میکنید. این باعث میشه که شما خیلی جزئی تر ویدیوتون رو ببینید و بتونید مثلا اگر که قرار باشه که کاتی بزنید توی ویدیوتون یا هر چیزی که هستش رو بهتر انجام بدید. حالا اگه بخواین یه دونه از ویدیوهاتون رو در واقع بیاین بخش بندی کنید، یعنی جدا کنید از هم، یا بخشش رو اصلا حذف کنید یا جابجا کنید، میتونین از ابزار اسپلیت استفاده کنید. این صورت که مجدد میایین روی یه دونه از ویدیوهاتون تپ میکنید و اونجا گزینه اسپلیت رو میبینید. کافیه رو گزینه اسپلیت کلیک بکنیم و در واقع این باعث میشه که ویدیوی شما به دو تیکه یا هر چند تیکه میخواین تقسیم بشه، یا یعنی اینکه اصلا یه بخشش رو دیلیت کنید و حذفش کنید. الان این قسمتی که من حذف کردم اگه بخوام برگرده، اون بالای فلشی میبینید که در واقع آن دو هستش، روش که کلیک کنید اون عملیاتی که انجام دادیم به عقب برمیگرده و برعکسش هم که خب اون یکی رو اگه بزنید دوباره همون مجدد انجام میشه. همینجا یه گزینه کراپ هم توضیح بدیم. وقتی که شما روی حالا یکی از ویدیوهاتون کلیک کردین، اینجا یه گزینه کراپ میبینید. اینجا میتونید سایز در واقع اون ویدیوی مشخصی که سلکت کردین رو تغییر بدین. میتونید زوم بکنین یا هر اندازه‌ای که میخواین با دستتون جابجا کنین. حتی یه سری پیش‌فرض هم براتون اینجا قرار داده که میتونید هر کدوم که میخواین رو انتخاب کنین. این بخش برای این بودش که شما یک قسمت از ویدیوتون رو سایزش رو تغییر بدین. اگه بخواین متناسب با در واقع کل طول پروژه‌تون تغییر بدین سایز ویدیوتون رو، اینجا باید از همون گزینه اولیه که در واقع کانواس هست استفاده کنین. باز اینجا میتونید زوم کنید یا دستی کارتون رو انجام بدین، یا اینکه باز از این پیش‌فرض‌ها استفاده کنین. مثلا اگر برای یوتیوب باشه کادر 16:9 انتخاب میکنیم، یا برای اینستاگرام 1:1 رو میتونیم انتخاب کنیم. حالا تو همین بخش ما یه قسمتی داریم به اسم زوم که گفتم یا دستی میتونید انجام بدین یا اینجا با اهرماش میتونید کار کنین دیگه. اما بخش بعدی که بک‌گراند هستش، در واقع میتونید بیاین پس زمینه‌تون رو فلو بکنید، یا اینکه یه رنگ خاصی رو بهش اضافه بکنید، یا حتی یه عکسی رو به بک‌گراندتون اضافه کنید. حالا اینجا یه نکته وجود داره. اینجا شما دو تا در واقع مدل تیک میبینید، یه دونهش تکی سمت راستی، یه دونهش خب دو هستش. اگر میخواین که تمام طول پروژه‌تون به همین شکل در بیاد و این تغییرات روش اعمال بشه، این گزینه یعنی سمت چپی رو انتخاب میکنید. ولی اگر میخواین روی اون قسمتی که سلکت کردین رو دارین روش تغییرات اعمال میکنید، این تغییرات در واقع اجرا بشه، سمت راستی رو انتخاب میکنید. اما بریم سراغ بخش موزیکمون.
اینجا ما سه تا بخش داریم باز دوباره. اگر بخوایم موزیکی اضافه بکنیم، وقتی که روش کلیک میکنیم یه سری موزیک داره که خود حالا اینشات داره بهمون پیشنهاد میده، اما یه گزینه ایمپورت داریم که اگر که انتخابش بکنیم میتونیم اون موزیکی که مد نظرمون هستش رو از داخل خود گوشی انتخاب کنیم. و یه بخش دیگه هم داریم به اسم افکت که در واقع میتونیم یه سری ساوند افکت هایی که حالا مد نظرتون هست، مثل صدای آب، مثل صدای پرنده یا هر چیزی که هستش رو اضافه کنید به ویدیوتون. و تو بخش آخر همین قسمت هم یه ریکورد داریم که در واقع وقتی که بهش اجازه دست به میکروفون رو بدین میتونید صدای خودتون رو همون لحظه روی ویدیو ضبط بکنید. ابزار بعدی که میخوایم بریم سراغش استیکر هستش. وقتی انتخابش میکنیم باز اینجا 4 تا گزینه داریم. اولی که استیکر هست رو انتخاب کنید. وقتی که واردش میشین میبینید که میتونید طرح‌های گرافیکی مختلفی رو بهش اضافه کنید، گیف اضافه کنید یا حتی یه تصویری که حالا تو گالریتون هستش رو به در واقع ویدیوتون اضافه میکنید. بخش بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم تکست هستش. واردش میشیم و خب هر چیزی که میخوایم رو میتونیم تایپ بکنیم. اینجا شما امکانات مختلفی دارین. میتونین رنگ تکستتون رو تغییر بدین، میتونین اندازش رو تغییر بدین، فونتش رو عوض بکنید، راستچینش کنید، چپچینش کنید یا حتی افکت بدین به در واقع تکستتون. اما بریم سراغ بخش جذاب فیلتر. وارد فیلتر میشیم. توی گزینه اول بخش افکت رو داریم که در واقع یه سری جلوه‌های بصری به ویدیو شما میده که اگر به درستی ازش استفاده کنید خیلی ویدیوتون میتونه جذاب بشه. اما بخش بعدی که در واقع AI افکت هستش، یه جور هوش مصنوعیه که دور تصویر شما، در واقع دور سوژه شما رو انتخاب میکنه و یه سری تغییرات روش انجام میده. بخش بعدی هم که فیلتر هستش، در واقع یه سری تغییرات نوری و رنگی به صورت پیش‌فرض اینجا قرار داره که شما میتونید ازش استفاده بکنید، یا اینکه حالا بعدا خودتون میتونین از طریق گزینه ادجاست به صورت در واقع مانوال این کارو انجام بدین. بخش بعدی PIP یا تصویر در تصویر هستش. اگر روش کلیک کنید میبینید که وارد در واقع آلبوم شما میشه و میتونید یه ویدیوی جدید روی ویدیو خودتون اضافه بکنید. احتمالا این بخش رو حالا توی ویدیوهای یوتیوب یا توی استریم‌های گیم دیدین که مثلا یه ویدیویی داره پخش میشه، اون پایین دوباره یه ویدیوی دیگه همزمان داره باهاش پخش میشه. در واقع با این ابزار میتونید همین کار رو انجام بدید. حالا الان مثلا من یه ویدیو انتخاب میکنم و میبینید که روی ویدیوی اصلی اومده. میتونم سایزش رو تغییر بدم، هر جا که میخوام قرارش بدم، زمان بندیشو براش تعریف بکنم که به چه شکلی باشه، همون چیزایی که قبلا توضیح دادم، تریم داره، اسپلیت داره، همه این کارا رو میتونید توی تایملاین با سلکت کردن روی این ویدیوی جدید انجام بدیم. حالا که ادیت ویدیومون رو انجام دادیم میخوایم ببینیم چطوری میتونیم خروجی بگیریم. اون بالا دوباره یه گزینه فلش میبینیم، انتخابش میکنیم و اینجا شما سه تا حالت براتون قرار داده. میتونید رزولوشن تصویرتون انتخاب بکنید، مثلا الان روی 1080، یا اینکه فریم ریتتون رو تغییر بدین، مثلا من میذارم روی 24 فریم، و یا اینکه فرمتش رو عوض کنین که میذاریم روی مثلا MP4، و در نهایت هم میبینید که حجم تقریبی فایلتون رو بهتون ارائه میده. در نهایت سیو رو میزنیم و به همین راحتی میبینیم که داره ویدیومون در واقع توی گالریمون سیو میشه. توی این قسمت با چند تا از ابزارهای اینشات آشنا شدیم و توی سریای بعد میریم سراغ بقیه ابزارها و حتی میتونیم یه ویدیو رو از 0 تا 100 با هم دیگه ادیت بکنیم تا به خوبی به تمام ابزارهای این برنامه تسلط پیدا کنیم. پس یادتون نره برای اینکه این ویدیوها رو از دست ندید سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم فشار بدین. شما میتونید این اپلیکیشن رو از سیب اپ دانلود کنید و بدون محدودیت از تمام قابلیت‌هاش استفاده کنید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.